سلام سلام خدمت بچه های خوب، خانم دخترای عزیز، آقا پسرای گل گلاب. خب چطور این بچه ها؟ ما امروز میخوایم در رابطه با عربی 11 هم با هم صحبت بکنیم، در رابطه با مطالب مهم کتابتون، در رابطه با اون چیزهایی که قراره که توی امتحان امسال شما بیاد و شما قبلش باید آمادگی لازم رو داشته باشین که از اونا استفاده ببرید. یک ساعت و نیم میخواییم با همدیگه باشیم، کل کتاب بررسی کنیم، نکات مهم، مطالب جدیدی رو میخوام بهتون بگم، طبقه بندی کردم براتون، یه جزوه خیلی خوب و شسته رفته میخوام بهتون بدم که ازش نهایت استفاده رو ببرید. نمونه و سوالای خیلی قشنگی براتون جمع و جور کردم از مدارس خیلی مهم و معروف تهران و که اینها دارن با بچه هاشون رو این نمونه سوالا کار میکنن. امروز این نمونه سوالا هم براتون آوردم، با کمک همدیگه اینا رو حل میکنیم تا ایشالله اگر مشکلی داشته باشید تو این مسیر مشکلتون برطرف بشه، یه نمره خیلی خوب بگیرین. نمره خیلی خوب از نظر ما یعنی نمره کامل کامل کامل، نمره 20. ایشالله به کمک همدیگه نمره 20 رو بگیرید که سال 11 رو به خوبی و خوشی تموم بکنید و قدم بزنید بر سال 12. سال 12 هم در کلاس‌های کنکور خودم شرکت می‌کنید و من در کلاس‌های کنکور از صفر تا صد، یعنی به قولی از سیر تا پیاز عربی رو بهتون درس میدم کامل کامل و تست میزنیم، نکته میگیم و کارهایی که باید انجام بدیم و انجام میدیم. پس یادتون باشه کلاس نکته و تست و کلاس کنکور خودم رو شرکت میکنید در سال 12. خب بریم سراغ برنامه امروزمون. امروز میخوام در رابطه با چه مطالبی صحبت کنیم؟ امروز میخوام در رابطه با مطالب مهمی صحبت کنیم که شما این مطالب رو مطمئنن توی آزمونتون خواهید دید. اول میخوام چند تا نکته بگم در رابطه با مبحث ترجمه. بچه ها چند تا از سوالای شما ترجمه است، همش هم این نیست که مثلا شما باید معنی بلد باشین برید معنی لغت بخونی یا معنی متن درس رو بخونی، معنی نمونم تمرین ها رو بخونید، نه این نیست. بعضی موقع شما میتونین سوالا رو حل بکنید با یک سری نکات و یک سری قواعد. خوب دقت کنین، یک سری نکات و یک سری قواعد. سلام علیکم، سلام علیکم، سلام علیکم، سلام علیکم، سلام علیکم خانم، حالا شما چطوره؟ کیمیا خانم، مهدیس خانم، آقا آرمین عزیز، فاطمه خانم هاشمی، نگار خانم سلام علیکم، دینا سلام علیکم. بله جزوه در سایت بارگذاری شده. بله سارا خانم شکری سلام علیکم، خوبین خوبین؟ خب الهی شکر، ایشالله که همیشه تندرست باشین. بله خانم برزگر یا برزیگر، خب شما هم خوبین؟ خب الهی شکر. سلام علیکم آقا محمد فرخی، به به آقا محمد چطورین؟ خوبین؟ شده که همیشه سریع سلامت باشید. خب خب چه خبرها بچه ها؟ چیکارا میکنید؟ شده که تندرست و اینا باشید. خب کیمیا خانم چطورین خانم؟ خوبین؟ الهی شکر، الهی شکر که خوبی. به به آرمین جان چطوری؟ خب خانم شکری بابر ما هم دوستتون داریم، متشکرم، ممنونم از اینکه اینقدر محبت دارید، ممنونم از اینکه اینقدر لطف دارید، ممنونم از اینکه اینقدر بزرگوارید. شما تک تکتون دوستان من هستین و منم خیلی دوستتون دارم از صمیم قلب، تکتون رو دوستتون دارم و دستتون رو می فشارم. خب بچه ها اگر آماده هستین بریم سراغ مطالب امروزمون. آماده این؟ الهی شکر. بریم. گفتیم یه چند تا نکته مقدمه داریم که این نکات ترجمه رو کار بکنیم، بعد چند تا نمونه سوالم زیرش براتون حل بکنم. بچه ها جونم خلاصه یه نکات ترجمه کتاب 11 همتون میدونین چیه؟ بچه ها اگر فعل کانه به همراه فعل ماضی بیاد، خب یا فعل ماضی به همراه فعل ماضی دیگه بیاد، این میشه ماضی بعید. بچه ها پس اگر کانه به همراه ماضی بیاد یا اگر دوتا ماضی کنار هم دیگه بیان چی میشه خانوما؟ چی میشه آقایون؟ میشه ماضی بعید. یه مثال بزنیم، یه مثال کوچولو. مثلا بگم کانه ذهبه، خب
این ماضی بعیده معنیش چیه؟ رفته بود. دیدین؟ نکته بعدی، حالا اگر همین کار نبر سر فعل مضارع بیاد چی میشه؟ یا اگر یک ماضی بعدش فعل مضارع بیاد چی میشه؟ باریکالله ماضی استمراری میشه. مثلا یه مثالم اینجا بزنم، کانه یذهب. فعل کانه یذهب نگاه کنی، الان کانه اومده بسر یذهب، یذهب فعل مضارع است. خب معنیش ببینی خیلی ساده، میرفت. پس اگر کانه بسر مضارع بیاد یا یک ماضی بسر مضارع بیاد، نتیجهش میشه ماضی استمراری. نکته سوم، اگر حرف لم و لما همراه فعل مضارع بیان، بچه ها معنیش ماضی منفی یا ماضی نقلی منفی. خیلی جالبه ها، خیلی جالبه. تو قسمت عربی فعل مضارع به ما دادن، لم و لما بسر مضارع اومد تو قسمت عربی، اما ببینید معادلش میشه ماضی منفی، یعنی معادل در زبان فارسی فعل ماضی استفاده میکنی. این برای داستان مضارع است، عربا فعل مضارع میارن، ولی ما ایرانی ها وقتی میخوام جواب بدیم ماضی جوابشون رو میدیم. من این مثال بزنم، ببینید مثلا فعل لم یذهب. لم یذهب چه فعلیه؟ الان لم اومده، فرقی نمیکنه، لما هم بیاد همینه، بسر مضارع اومده. معنیش رو نگاه کنید، نرفت، نرفته است، نرفت و نرفته است. میبینیم بچه ها؟ دیدیم بچه ها؟ ماضی اومد، ماضی منفی، ماضی نقلی منفی اومد بچه ها. خیلی جالبه دیگه، موافقی با من؟ حالا بچه ها جونم، اگر دوتا فعل مضارع کنار هم دیگه بیان چی میشه؟ عزیزم اگر دوتا مضارع اومدن میشه مضارع التزامی. مثلا میگم، مثلا یذهب الطفل الی المدرسه یدرس. نگاه کنین قشنگ، قشنگم یذهب مضارع، یدرس هم مضارع. یعنی در حقیقت ما چند تا مضارع داریم؟ دو تا مضارع داریم. میگیم اگر دو تا مضارع با هم اومدن بچه ها چی میشن؟ میشه مضارع التزامی. میگه کودک به سمت مدرسه میرود تا درس بخواند، تا درس بخواند. میبینی؟ دیدیم بچه ها؟ بخواند چیه؟ بخواند مضارع التزامیه. اوکی؟ متوجه میشین؟ آفری. اینا میاد، اینا نکاتیست که تو امتحان شما حداقل دو نمره ازش میاد. این نکات رو دقت کنید، به همین سادگی یاد بگیرید، تمرین بکنید، دو نمره بگیرید. اصلا امروز اومدیم که همینجوری نمره ها رو برای خودمون چیکار کنیم؟ سید کنیم. ما امروز یه صیادی هستیم، یه برکه خیلی بزرگم هست، یه سری ماهیای خوشمزه و چاق و چله اونجا به ما گفتن آقا این ماهیا رو بگیر. اینا هم ماهیایی هستن که ما می‌خوایم بگیریم، سید کنیم، بخوریم و کیف کنیم. من رنگ قلممو عوض بکنم. باشه. ان کای لکای حتی. بچه‌ها حفظ کنین دوستای من، رفقا، ان کای لکای حتی، لطفا حفظ کنین ان کای لکای حتی. یه بار یه بخونم، ان کای لکای حتی. اگر سر فعل مضارع بیاد اون میشه مضارع التزامی. مثلا این نگاه کنید، ان یذهب، ان یذهب حرف ناصب بسر مضارع اومده میشه مضارع التزامی به معنی برود. میبینی رفقای من، دوستای من، لن بسر مضارع بیاد چی میشه؟ لن، حرف لن بسر مضارع بیاد میشه مستقبل منفی. یه مثالم اینجا نگاه کن ببین چی مینویسم، لن یذهب. معنیش چیه؟ معنیش مستقبل منفیه، نخواهد رفت.
لنیه زهبه نخواهد رفت. فعل رو به صورت مستقبل منفی آوردیم. خب آخریش بچه ها، اگر لبیاد همراه مزاره چی میشه؟ ها این هم یه سوال دیگه، یه سوال مهم. آی مهاجر، بله بله آقا، اگر لبه سر مزاره بیاد چی میشه؟ خب جواب من اینه، باید رو بیاریم بر سر مزاره التزامی. مثلا اگر بود لیزهب، خب اگر این فعل رو بداد تو میگی باید برود، معنیش این میشه. پس فعل لیزهب معنیش این میشه، معنیش این میشه باید برود، لیزهب باید برود. خب بچه، این نکته اول ما این بود، چقدر ساده جمع و جور کردیم، جمع و جور کردیم، طبقه بندی کردیم. خب کنارش هم میخوام حالا سوال حل بکنیم، نمونه سوال آوردیم. پس این یادتون باشه، اگر کانه بر سر فعل ماضی بیاد بعیده، کانه بر سر مضارع بیاد چی میشه؟ استمراری. اگر لم و لما همراه مضارع بیاد چی میشه؟ میشه ماضی منفی یا ماضی نقلی منفی. گفتیم مهمه، اگر دو تا فعل مضارع کنار هم دیگه بیان میشن مضارع التزامی. اگر بچه ها رفقای من ان کی ل لکی حتی سر مضارع بیاد میشه التزامی. بچه ها دوستای من، دوستام، اگر لن بر سر مضارع بیاد چیه؟ مستقبل منفی. اگر ل امر بر سر مضارع بیاد چیه؟ باید میاری بر سر مضارع التزامی. بچه ها دیدین چقدر ساده است؟ این چقدر راحته؟ کل عربی رو امروز رو میخوایم به همین راحتی بخونیم، به همین سادگی بخوایم بخونیم و نمونه سوالای مهم رو با هم چیکار کنیم؟ حل کنیم. باشه؟ مرسی. بریم بچه ها. بعد بچه ها ما اینو داخل کانالمون میذاریم. کیمیا گفته میشه به این کنار عکس بگیریم. بچه ها ما تمام اینها رو امروز داخل کانال عربی 11 خودم میذارم. داخل کانال عربی 11 کل این اسلاید ها و کل این صفحات رو اونجا براتون میذاریم، نگران نباشید. باشه؟ مرسی. بچه سوال ها نگاه کنید، چند تا نمونه براتون آوردم، چند تا نمونه براتون آوردم، میشه نگاه کنید لطفاً. سوال اول نگاه کنین خانوما، آقایون، پسرا، دخترا، نگاه کنین ببینم. بچه هایی که آدرس کانال ندارن همین الان زنگ بزنن به شماره 4817، همین الان زنگ بزنین، کد 021 برای تهران دیگه. بچه‌ای که تهران هستن کد نمیخوان، بچه‌ای که دارن شهرهای دیگه زنگ میزنن کد تهران رو بگیرن. بچه‌ها همین زنگ بزنین به 4 عدد 4817، بگین آقا ما رو سریع همین الان داخل کانال عربی نوین مهاجر کنید. همین الان زنگ بزنین. دینا جان عزیزم، دینا فلاح‌نژاد، فاطمه خانم نصیری، کیمیا جان عزیزم، کیمیا، دینا، فاطمه، لطفا همین الان زنگ بزنین به شماره 4817، اونجا همین الان جوابتون رو میدن. زنگ بزنین بگی همین الان ما داخل کانال عربی نوین مهاجر، عربی نوین برای منه بچه ها، عربی نوین مهاجر، همین الان ما رو عضو کنین. همین الان عضوتون میکنن سریع. دینا، کیمیا، فاطمه، همین الان سریع زنگ بزنید به من جواب بدین، به من جواب بدین، به من خبر بدین ببینم چیکار کردین، ببینم عضو شدین یا نه، به من جواب بدین. حالا نگار جان، سارا جان، خانومی، ببینید بچه‌ای که حالا اومدن و جزوه رو دارن قشنگ نگاه کنن. سوال رو توجه کنین ها، کانه اومده ها، کانه یلعبونه، یلعبونه فعل مضارع است، کانه یلعبونه ماضی استمراری میشه، ماضی استمراری. بچه ها میمیاریم بستر فعل ماضی، توجه کردی؟ شنیدین چی گفتم؟ شنیدین؟
میمیاری همراه فعل چی؟ همراه فعل ماضی، می بر سر ماضی. این میگه تو بازی میکردند، میگه تو بازی میکنند. کدوم میشه؟ الف. آفرین. آقا چرا؟ ببینید بچه ها، تو بازی میکردن، من سوال میکنم کی داشتن تو بازی میکردن؟ تو میگی تو بازی میکردن، پس معلوم زمان قبلا بوده، گذشته. ولی اینجا میگی تو بازی میکنن، من میپرسم کی دارن تو بازی میکنن؟ شما میگی آقا همین الان دارن تو بازی میکنن. اینها برو ببین، برو ببین تو اون پارکه، تو اون زمین ورزش، برو نگاه کن آقا تو اون زمین ورزش، تو اون پارک دارن تو بازی میکنن. پس این میشه مضارع. ما چی نیاز داریم؟ کانه بر سر مضارع، ما ماضی استمراری نیاز داریم. جواب گزینه الف. بچه ها دو نمره است این مدل سوالا، از یک نمره تا دو نمره معلماتون میتونن بدن. حداقل یک نمره است، حد اکثر هم دو نمره. به همین سادگی سه دقیقه بیشتر طول نکشید. در عرض سه دقیقه ما میتونیم دو نمره، یک تا دو نمره رو خیلی راحت چیکار کنیم بچه ها؟ به دست بیاریم. به این سوال بعدی، سوال بعدی نگاه کنید. فلیتوکل. من یه نکته بگم، هر موقع و و ف، این دوتا و و ف بعدش ل اومد و ل بر سر مضارع بود، یادتون باشه این ل، ل امره، لام امره. خب اینجا اومده میگه فلیتوکل. بچه ها ف اومده، بعد ل اومده، بعد یتوکل مضارع اومده. قشنگ توجه کنین لطفا، نگاه کنین منو، تخته نگاه کنین، ببینید 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 ببینید، مانیتور نگاه کنی. گفتم چی؟ گفتم اگر دو حرف و و ف رو دیدی، بعد ل دیدی، بعد مضارع، این ل چیه؟ لام امر. خب اینجا دیدیم ف اومده، ل اومده، مضارع، پس لام امر. چه باید بکنیم؟ معنیش اینه که باید میاری بر سر مضارع التزامی. باید بر سر مضارع التزامی بودا، تو صفحه قبل بودش. باید بیارین کنار فعل مضارع چی؟ کنار فعل مضارع التزامی. بین گزینه‌های الف و ب انتخاب کنیم ببینم کدوم گزینه میشه، کدوم گزینه باید و بر سر مضارع التزامی آورده. گزینه الف که نیورده، گزینه ب باید توکل کنند. به فعل توکل کنند چی میگیم؟ میگیم مضارع التزامی. گزینه ب. خوبه؟ راضین؟ آفرین، مرسی. خب برین سوال بعدی نگاه کنید. اولم یعلمو ان الله یبسط الرزق لمن یشاء. اول جمله رو خوب نگاه کنید، اول جمله رو خوب نگاه کنید. اولم یعلمو ان الله یبسط الرزق لمن یشاء. ها یا بار دیگه بخونم اون اولشو، میبینی اولشو؟ اولم لم یعلمو، ببین اون اول که چی اینجا لم یعلمو. گفتم اگر لم و لما بر سر مضارع بیان چی میشن؟ گفتیم معنی ماضی میدن، ماضی منفی یا ماضی نقلی منفی. ماضی منفی یا ماضی نقلی منفی. خب بچه ها گزینه اول میگه ندانستند، ب میگه نمیدانند. نمیدانند مضارع منفیه، می داره دیگه، درست میگم؟ پس این ب اشتباهه، جواب میشه گزینه الف. خب به همین سادگی. بچه ها بازم بگم باروم این سوال حداقل یک نمره است، تا دو نمره معلم ها حق دارن این سوال رو بهتون بدن. یعنی ما اومدیم با یه نکته بسیار راحت در از سه دقیقه، نهایت چهار دقیقه، یه نکته رو گفتیم، یک تا دو نمره رو بچه ها خیلی راحت به چنگ خودمون چنگ زدیم و به دست آوردیم. ببینید اوکی؟ بریم.
یه سوال هم اینجا مونده، این سوال چهار هم حل کنیم. بچه ها دوباره کانه اومده، کنارش یسمعونه اومده، کانه یسمعونه، کانه یسمعونه میشه ماضی استمراری. خب این میگه میشنوند، بعدی میگه میشنیدند. جواب بدیم ببینم، همه جواب منو بدن. میشنوند، میشنیدند، کدومه که از این دوتا ماضی استمراریه؟ همه جواب بدن من ببینم. همه جواب بدن. سارا جواب بده. نگار، دینا، کیمیا، فاطمه، علیرضا، محمد، همه جواب بدن. من دیگه اسما تک تک نخونم دیگه، همه تون جواب بدین ببینم. آفرین آفرین محشید، باری کلا نگار، باری کلا سارا، آفرین دینا، باری کلا کیمیا جان، کیمیا خانوم. میشنوند، میشنیدند، ما ماضی استمراری میخوایم. یعنی یه فعلی انتخاب کن که وقتی میشه خودت تکرارش میکنی بگی خب این برای قبلا بوده، گذشته، گذشته. بچه ها ماضی یعنی گذشته. حالا میشنوند گذشته یا میشنیدن گذشته است به نظرتون؟ آی کلا آفرین، این نمیشه میشنیدند، ماضی استمراری جواب ب. خب بریم روی نمونه دیگه کار بکنیم، بریم روی نمونه دیگه کار بکنیم. بهتون جدول میدن، مطمئن باشی که 99% معلم ها، 99% معلم ها این بچه ها تمرین کتاب میان سوالشون رو حل میکنن، ولی یه مقدار کلمات و جمله ها رو با هم چیکار میکنن؟ عوض میکنن، جا به جا میکنن. شما دیدین در اکثر تمرین کتاب شما تو اکثر درس ها این جدول وجود داره. فعل میده، ستون اول نگاه کن، فعل جالس، فرح، انسحب، ارسل. بعد میاد در ستونهای بعدی همون فعل رو عوض میکنه، مثلا به زمان مضارعه، اینجا با لم آورده، اینجا با حرف ناصبه آورده. یعنی اینم تقریبا به نوعی برمیاد به همون نکته که اول کلاس بهت گفتم، ولی میبینی مدل سوال تغییر کرد دیگه، در قالب جمله نیست. همون فعل رو میاد در قالب جدول ازت میپرسه، ولی برای ما که فرقی نمیکنه. ما وقتی نکته رو بلد باشیم، چه این مدل سوال باشه چه فعل بیاد در قالب جمله، برای من و تو اصلا فرقی نداره. ما میتونیم این سوالا رو کامل حل بکنیم بچه‌ها. ما میتونیم همش بگین ما میتونیم، ما میتونیم، ما میتونیم، ما همراه مهاجر میتونیم، ما همراه مهاجر میتونیم، ما همراه مهاجر میتونیم. تجارسونه فعل چیه؟ تجارسونه فعل مضارع است و جمع تجارسونه همنشینی میکنید. بچه ها لم نجارس چیه؟ لم اومده دیگه، لم اومده میشه به صورت ماضی منفی. خب معنیش همنشینی نکردیم، درست شد؟ همنشینی نکردیم. خب فعل بعدی حرف ناصبه اومده بچه ها، حرف ان، ان کی، حتی، آن لکی داشتیم دیگه تو همون اول درسمون. اینا مضارع منصوبن، اینها التزامی معنی میشن رفقای من. ان یجارسو جمعه، معنیش میشه همنشینی کنید، همنشینی کنید. بعد سارا، سارا میگه آقا همیشه این جدول رو سواله و معلم ما هم گفته. آفرین. بریم بعدی. من رنگ قلمم عوض کنم با رنگ سبز که این مدار تو هم تو هم نشه. فرحه ترجمهش شادیه. فرحه معنیش چیه؟ شاد شد. حالا در ستون بعدی لا اومده، لا تفرحو، شاد نمی شود. لن اومده، حرف لن رو باید چیکار بکردیم؟ حرف لن میشد مستقبل منفی،
شادی نخواهد کرد یا شاد نخواهد شد. حتی اومده شاد شوم شاد شوم. بریم فعل بعدی. بریم بچه ها رفقای من. انسحبه عقب نشینی کرد. لا تنسحبو فعل نهیه. عقب نشینی نکنید. انسحب بچه ها انسحب فعل امره. عقب نشینی کن. لینسحب لینسحب فعل مضارع منصوب. عقب نشینی کند. و یه بار دیگه با همون قلم آبی ستون آخر رو با هم کامل کنیم. تورسلینا می فرستی. لا یرسلونه نمی فرستند. ارسلتون نه فرستادید. فرستادید تورسلینه فعل مضارع است. لا یرسلونه فعل مضارع منفیه. ارسلتون فعل ماضیه. یعنی ما باید صیغه اون کلمه رو راحت پیدا بکنیم، بعد با اون معنی که در ستون اول بهت میده بهت معنی کلمه هم میده. حتما معنی رو بهتون میدن. با همون معنی کنار فعل نشسته میتونیم بقیه ستون ها چیکار کنین؟ بقیه ستون ها رو کامل کنین. کامل کنین ببینم بچه ها. آفرین. خب بچه ها اینو متوجه شدیم؟ پس ما یه سری سوالایی هم داریم در قالب جدوله، یعنی از همون نکته که اول بهتون گفتم، یعنی میان صرف فعل ها رو ازتون سوال میکنن. کانه برای ماضی چیه؟ کانه برای مضارع چیه؟ اگر دوتا مضارع پا هم دیگه بیان چی میشن؟ اگر حروف ناسبه ان کی حتی لیل کی همراه مضارع بیاد چه اتفاقی میفته؟ یا مثلا میپرسن اگر دو حرف لم و لما بر سر مضارع بیاد وای حالا چیکار باید بکنیم؟ خب یا لی امر رو باید چیکار بکنیم؟ یعنی همون مطلبی که در اول بهت گفتم و اگر خوب یاد بگیری، که خوبم یاد میگیری مطمئنم چون هیچ کاری نداره، خیلی ساده دارم بهت میگم، خیلی ساده خیلی روون دارم بهت میگم، این مطلب رو تو یاد بگیری که یاد میگیری، هر مدل سوال که بهت بدن خیلی ساده و خیلی روون میتونی سوالا رو چیکار کنی؟ سوالا رو حل بکنی. انواع فعل در زبان عربی. انواع فعل در زبان عربی. نگار جان کانالمون در واتساپه، زنگ بزنیم به شماره 4817. نگار زنگ بزنیم به شماره 4817. چشم. آرامش خودمون هم حفظ میکنیم. چشم خانم تبریزی. نگار زنگ بزنیم به شماره 4817 بگیم آقا ما داخل کانال عربی نوین مهاجر عضو کنید. همین الان زنگ بزنیم، گوشی رو بردارین، شماره 4817 آزاد هست چون 30 خط مخابراتی بهش وصله. بگیم آقا ما رو به عربی مهاجر، عربی نوین، کانال عربی نوین مهاجر، عربی 11 عربی 11 عضو کنید. همین الان عضو میکنم و جزوه اونجا هستش. خب نه یه نفر
یه نفر نگار گفت کدوم همین الان یه نگار الان هر کدوم از چون میخواین دوزاشون دانلود کنم بله همین توی شب امتحانی که تو بحث دوزه قاب دارم همه دوزه قرار گرفت بچه بینید توی شب امتحانی های بعثت تو کانال بعثت بیان تو قسمت شب امتحانی تو قسمت شب امتحانی بیان جزوه ما الان داخل همون قسمت شب امتحانی های بعثت کانال بعثت وقتی الان همینجا که میان توی بعثت دکمه داره پخش زنده یه دکمه داره جزوات بله جزوات جزوتونو میتونن دانلود کنن تو پخش زنده که داره الانش کنن بله تو قسمت جزوات میبینید جزوه رو قشنگ برمیدارین دانلود میکنین برمیگردین میان تو قسمت پخش زنده کلاس رو به صورت زنده میبینین و از طریق مانیتور هم که با هم دیگه ارتباط داریم به این شکل مرسی آمه جان متشکرم خب داشتیم در رابطه با انواع فعل صحبت میکردیم چی میگفتیم؟ میگفتیم که انواع فعل در زبان عربی فعل ماضی ما پنج مدل فعل ماضی داریم ماضی ساده ماضی منفی ماضی نقلی ماضی بعید و استمراری ماضی ساده مثلا فعل نصره خب این ماضی ساده است یه بچه ها دیگه ساده است هیچی قبلش نداره یاری کرد ماضی منفی ها ما بیاییم بسر فعل ماضی بگیم ما نصره یاری نکرد ماضی نقلی قد بیاییم بسر فعل ماضی قد نصره یاری کرده است ماضی بعید کانه برای ماضی یا ماضی برای ماضی کانه نصره یاری کرده بود ماضی استمراری کانه بر سر مزاره کانه ینصرو میبینی؟ ترجمهش یاری میکرد کانه ینصرو ترجمهش چی میشه؟ یاری میکرد بچه میبینین؟ من میگم چی؟ میگم یاری میکرد از کی دارم صحبت میکنم؟ از زمان قبل از چیزی گذشته کانه ینصرو ترجمهش چجور دارم به شما میگم؟ نمیگم یاری میکند که اگر میگفتم یاری میکنه الان اتفاق افتاد نمیگم که میگم یاری میکرد اینا رو خواهش میکنم توجه کنین باشه مرسی مرسی ممنون سلام علیکم آقا محمد سلام علیکم فائزه خانم مرتضایی فائزه میگه من تصویر ندارم چرا تصویر نداره عزیزم باید داشته چند یه بار بیرون برین خارج شین دوباره بیاین یه بار تو قسمت آنلاین خارج شین دوباره برگردین تصویر داری صدا تصویر باید داشته باشی آقا محمد فردوخی نه خیلی خودشون باید عضو کنن اگر زنگ زنگ به شما 48-17 خودشون باید عضو کنن حالا در مجموع من میخوام بگم که الان جزوه ما داخل خود کانال بعثت بارگذاری شده داخل خود کانال بعثت یعنی اون قسمتی که آنلاین اومدین بیاین بیرون برین تو قسمت جزوات جزوه ما الان داخل خود کانال بعثت بارگذاری شده بین دانلود کنین جزوه بین دانلود کنین سریع برگردین داخل کلاس آنلاین باشین که درس رو ادامه بدیم پس بچه ها حواستون به من باشه حواستون به من باشه من نگاه کنی چشمتو ببینم کو چشمات من نگاه کن به من زل بزن من نگاه کن فیس تو فیس باشیم سینه تو سینه باشیم چند تا فعل ماضی داریم 5 تا ماضی ساده نصره ماضی منفی ما برای ماضی ماضی نقلی قد برای ماضی ماضی بعید کانه برای ماضی ماضی استمراری کانه برای مضاره بریم سراغ مضاره خب چند تا مضاره داریم حالا نگاه کنین ببین چند تان اوه چقدر زیادن مضارع ساده مثلا
فعل چی؟ ینصرو. ینصرو هم مضارع ساده است چون قبل و بعد چیزی نداره. یاری می کند، ینصرو یاری می کند. مضارع نفع لا بر اثر مضارع ساده میاد، لا ینصرو یاری نمی کند، لا ینصرو یاری نمی کند. مضارع منصوب از چی استفاده می کنیم تو مضارع منصوب؟ تو مضارع منصوب از حروف ناصبه باید استفاده کنی. چیا هستن؟ ان، کی، لی، لکی، حتی، لن. متوجه شدین؟ ان، کی، لی، لکی، حتی، لن همراه مضارع منصوب میاد. خب مثلا میگیم ان ینصره یاری کند. در چهارمی اسم جهده. یعنی بچه ها استفاده کنی از لم و لما بر سر مضارع. لم ینصر یاری نکرد. در فعل امر استفاده کنی از له. له ینصر باید یاری کند، باید یاری کند. و در مضارع نهی لا میاری. چی میگیم؟ میگیم لا ینصر. ترجمهش چی میشه؟ ترجمهش نباید، نباید یاری کند. بچه ها جونم، بچه ها جونم، عزیزای من، فدای شما بشم من. بچه ها من جزوه رو عیناً همین جوری آماده و توضیح داده شده و مثل الان توضیح کامل داخل کانال میذارم. یعنی اگر الان عقب افتادی، من دارم مینویسم تو عقب افتادی، نگران نباش، همین جوری جزوه آماده کامل تکمیل شده داخل کانال ما قرار میگیره. بعدا میتونی ده ها بار به این جزوه رجوع کنی و ازش استفاده کنی. پس الان کسی قصه نخوره، ناراحت نباش، نگو من عقب افتادم. نه عقب نیفتادی، اینا همه به همین شکل آماده داخل کانال میاد. خب حالا یه نمونه سوال، یه نمونه سوال نگاه کنید. ما مطلب رو اینجا گفتیم، حالا نمونه سوال رو نگاه کنید. دوباره جدول بهتون میدن، میگن به ما بگین این فعلها از چه فعلیه. بچه ها این جدول رو معمولاً دو نمره تا دو نیم نمره داره ها. من برای همین دارم جدول میارم برات. بعضی از دوستای من، بعضی از شما قشنگای من جدول رو ممکنه مداد ضعیف باشید. بچه ها جدول رو دو نیم نمره داره ها. تو رو خدا اینا جدی بگیری. باشه قول میدین؟ قول بدین، قول بدین. حرفایی که میزنم رو قشنگ روش فکر کنید، رو حرفایی که میزنم کار بکنید، رو حرفایی که میزنم تمرین بکنید، تکرار بکنید تا ایشالله نمره کامل کامل بگیری. من دلم میخواد بچه‌ای که کلاس من میان همه آرمانگرا هستن. من دلم میخواد همیشه بچه‌های من بالای بالا باشن. بچه نگاه کنید، اعجبنی نوع فعل ترجمه چیه؟ خب اعجبه الان نوع فعل، فعل ماضیه. تعجب کرد. لا تقتر رو فعل چیه؟ مضارع نهیه. یو عرفو فعل مضارع ساده. لن تنالو لن اومده، فعل مضارع منصوب که به صورت چجوری معنی میشه؟ مستقبل منفی ترجمه میشه. ان یوبد دلو فعل مضارع منصوبه که به صورت چجوری معنی میشه؟ به صورت مضارع التزامی ترجمه میشه. بله لا تقتر رو
مغرور نشوید یعرفو شناخته می شود لنتنالو نخواهید رسید ان یبدلو تبدیل کنند تغییر کنند. بله همه رو میگیم. سلام علیکم خانم مرتضایی، بله ترانه خانم سلام علیکم. ترانه میگه تو قسمت جزوات بخش دانلود نداره. چرا عزیزم بخش دانلود داره؟ نه دیگه، خود اونها باید بیان و چیز بکنن و شما رو عوض کنن. سید جان الان ببین بچه های ما اکثرشون میگن آقا ما اصلا نه، جزوه نداریم. چطور یه لحظه قطع کردم. الان اکثر بچه ها میگن ما جزوه نداریم. هستش، برات نیستم برم ببینم کجاست. بخش دانلود نداره. ببین اکثر چی میگن از شما نیا کن. خود بارا داریم میبینید دیگه، اینجا هم نیا کن چی میگن. الان بهشون آموزش بده. بس شده اینترنت وای فای ببینم چی بسید شما کن. صدا بازه؟ یه لوک نه این چون فیلی وقتی نه یه سر دوره برو چمت کنا میخواد میزنم میزنم بزنم من موبایلم رو تسپاس کنم. کجا برد؟ وای فای بس شده پنج شده یا با؟ چه مهدرم بلک ببین برو فوکس کن رو گوشی من. برو فوکس کن رو گوشی من. زستش هستیش زستش هستیش صدای من بازه؟ بله بازه نبستیش. خب
وارد صفحه اصلی میشن شما رو اینجا میبینن که روی این کلیک میکنن. خب بچه ها یه بار قشنگ نگاه کنین، توجه کنین، طرز ورود به صفحه هستش که بچه هایی که میزنن که ما هنون جزوه نداریم کانال دوباره باید بگید تو سایت نیست. اینا که بچه ها دارن کیمیا جان، فائز خانم، همه گوش کنین. دوره رو که شروع کردم پخش زنده رو نمیزنیم. نه تو پخش زنده است، زیر پخش زنده است، زیر پخش زنده روی پخش زنده که زدن. خب ما آخه نگفته، ما گفته بودم رو جزوات هستش. ببینید اینجا دارن الان ما رو میبینن، این زیر نوشته دانلود جزوه شب امتحانی. بچه ها دقت کردین؟ پس تو پخش زنده بیان. من گفته بودم که نه توی جزوات بیان، اما تو پخش زنده بیان. زیر پخش زنده نگاه کنین سمت راست، قسمت مشکی، خود دانلود جزوات عربی. این شکلی براشون میاره. این جزوه شب امتحان، دانلود جزوه شب امتحان. خب اون بچه‌هایی که الان ایراد داشتن یه بار این کار رو الان انجام بدین. این بچه‌های اتاق فرمان اینجا هستن، زحمت دارن میکشن، یه بار انجام بدین. اگه کسی مشکل داره، ایراد داره، به من بگید تو مونیتور، به من بگید که اگر هستش هم یه الان مشکلتون رو چیکار کنیم، برطرف کنیم. جزوتون جواب نداره. خب این جزوه که امشب تموم شد سه، همین جزوه رو آماده با تمام توضیحات داخل کانال بذاریم. بچه ها کلاسمون که تموم شد، جزوهی که تمام شد، بعد من جواب همه سوال ها رو دادم، توضیح بعضی از نکاتم جلوش نوشتم، به همین شکل توضیح داده شده و تکمیل شده، ما اینو داخل کانال عربی میذاریم، داخل کانال عربی نوین جزوه‌مون رو قرار میدیم. میگه چطور دیر میاد؟ نه درست شده. خب بریم کنار عکس بگیریم دیگه. میخوان عکس بگیرن از جزوه. عکسو دیگه نمیخواد بگیریم دیگه. گفتیم که داخل کانال میذاریم. داخل کانال میذاریم که دیگه نمیخواد عکس بگیرید. خب بریم. بریم. تا کجا اومدیم؟ این توضیحای مقدماتی بود، سوالایی که زیرش حل کردیم، یه جدول بود، جدول رو حل کردیم. قسمت ماضی اومدیم، بچه ها ماضی رو 5 گروه کردیم، بعد توضیح ها رو دادم، اینا همه هست، اینا بعدا میتونیم بریم ببینید چندین بار هی نگاه کنید و تکرار کنید. اصلا الان کسی استرس نگیره، کسی دلم نمیخواد استرس بگیر بگه آی عقب موندی، ما هیچ که عقب نمونده، همه اینا بعدا داخل کانال بارگذاری میشه. مزاره ها 6 تا مزاره رو کامل نوشتم، اومدم سراغ یه جدول که این جدول نمونه سوال همون توضیحات و همون درس هم بود. این جدول توضیح همون درسی بود که در صفحه قبل داشتیم، نوع فعل رو نوشتیم و طرز ترجمه شو. درسته؟ خب بریم سراغ ادامه داستان. آره کار خوبی کردیم. محمد فرخی میگه آقا من پرینتر داشتم پرینت گرفتم. آره کسایی دم دستشون پرینتر دارن پرینت گرفتن هم خیلی خوبه. خب بریم بچه ها دیگه حواس ها به من باشه، خواهش میکنم رفقای من، دوستای من، قشنگای من، ادامه بدیم. برای قرار دادن فعل مناسب در جای خالی، بعضی موقع جای خالی حتما به شما میدن،
یکی از نمونه سوالایی که بهت میده حتما همینه، جای خالی بهت میده. چیکار کنیم حالا؟ به کدوم در بزنیم؟ چیکار بکنیم؟ از کی کمک بگیریم؟ هیچی. اصلا نگران نباش. برای قرار دادن فعل مناسب در جای خالی باید سه تا موضوع رو مورد توجه قرار بدیم. شخص، یعنی این که قایب، مخاطب یا متکلمه. جنسیت، یعنی که مذکر یا مؤنثه. و زمان فعل، ماضی، مضارع است. اینا رو باید بررسی کنیم. بریم. اگر الفراغ فعل مناسب، کلمه فراغ میدونی این چی؟ کلمه فراغ به معنی دوری نیست. در فراغ تو سعید، علی رضا، آرش کجایی؟ در فراغ تو من هجرانم، سوختم. نه 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 نه، اونجا ها نری. فراغ در این جاها یعنی جای خالی. پس کلمه فراغ معنیشیه جای خالی. میگه در جای خالی یک فعل مناسب قرار بدید. یک فعل مناسب در جای خالی قرار بدین. پس چیکار باید بکنیم؟ حضور در ورزشگاه قدن. معنی قدن چیه؟ فردا. خب فردا، بچه ها فردا کیه؟ آیا رسیده؟ نه. آیا فردا الانه؟ نه دیگه آقا، فردا که الان نیست، الان امروزه. فردا یعنی آینده. پس فعل ما یا ماضیه یا مضارع است یا مستقبله. سه تا زمان اصلی داریم. خب از بین لن نستتی و لم نستتی، به نظر شما قشنگای من، خانمای مهربون، آقا پسرای گل گلاب، کدومشون میشه؟ لن اگر بیاد میشه مستقبل منفی، قبوله؟ لم اگر بیاد، لم ترجمهش میشه ماضی منفی. خب به نظر شما حالا که من آینده رو میخوام، مستقبل رو میخوام، کدوم رو باید استفاده کنم؟ کدوم رو باید استفاده کنم؟ مستقبل منفی رو باید استفاده کنم. پس میایم از این فعل در جای خالی استفاده میکنیم. میگیم لن نستطیع حضور فی الملعب فردا. مطمئنن فردا در ورزشگاه حضور نخواهیم داشت. نمیتونیم فردا بریم ورزشگاه، نمیتونیم، امتحان داریم، کار داریم. فردا نمیتونیم بریم مهمونی، فردا امتحان داریم. اینجوری میشه. بریم بعدی، نمونه بعدی رو نگاه کنیم. نمونه بعدی خوب دقت کن، میخوام یاد بگیری ها. اگه تو الان یاد نگرفتی بذار کنار، ول کن اون روش تدریس هایی که تو الان داشتی، ول کن این روش تدریس نوین عربی رو. بچه با این شیوه من بهتون یاد میدم، مطمئنا تو کلاس کنکورمون هم همین کارو میکنیم. تو کلاس کنکورمون هم که از تیر ماه شروع میشه، بچه ها عربی رو خیلی راحت با زبون ساده بهتون درس میدم، با زبون ساده خیلی روون بهتون درس میدم. خب که بچه ها لذت ببرین، بگین آها حالا شد یه درس قابل فهمه. تو الان خیلی میگوزن آقا عربی رو خیلی بد درس میدن، خیلی سنگین درس میدن، اصلا یه جوری میپیچونن به هم دیگه. نه نه نه، نگران نباشیم، با من باش، با من که هستی، با محمد مهاجر که هستی، من عربی رو راحت و روون به درس میدم. الان نگاه کن اینجا طالبات اومده. طالبات چیه؟ طالبات جمع مؤنث سالمه. خب کدومشو بیارم؟ حتی تدرسنن یا ان یدرسنن؟ آخه هر دو جمعن، ولی یکی جمع مؤنث مخاطبه، بعدی جمع مؤنث غایبه. کدوم بیاریم؟ غایب. یه نکته اینجا بهت بگم، اکثر فعل ها
قائب نوشته می شوند مگر این که خب در جمله ضمیر مخاطب داشته باشیم. متوجه شدین چی گفتم؟ پس اگه در جای خالی تو شک کردی، مثل اینجا شک کردی، شک کردی که بیای از فعل مخاطب استفاده کنی یا فعل غایب، بعد اونم شک میکنه، میگم اکثر فعل ها باید غایب نوشته بشن. همینو یاد بگیر، همین نیم خط رو یاد بگیر. اکثر فعل ها باید به صورت غایب نوشته بشن مگر اینکه در جمله ضمیر مخاطب باشه، مگر اینکه در جمله ضمیر مخاطب باشه، وگرنه غایب بنویس. چشم آقای مهاجر، شما میگی چشم، ما غایب مینویسیم، این فعل رو در جای خالی قرار میدیم. بریم بعدی، بریم آماده این بعدی. سوال بعد، علالله ف، گفتم اگر ف بیاد بعد از واو و ف، لکه میاد بعد مضارع میاد، چی گفتم صفحه قبل؟ گفتم این لیله امرها، پس مضارعه چجوری باید باشه؟ مضارعه باید مجزوم باشه. خب مضارعه ها نگاه کنید، این میگه یتوکل، این میگه یتوکل، پس ما یتوکل رو میاریم که مجزوم شده، یتوکل ساکنه، اسم ساکن جزمه، به این میگن مضارعه مجزوم. بچه ها اوکی؟ متوجه شدن؟ بله آفرین. چش اونم میگیم دینا جان. فل اسبوع مازی یعنی چی؟ یعنی در هفته گذشته. پس وقتی گذشته میاد باید فعل چی بیارین؟ باید اینجا از مازی استفاده کنید. خب لم اذهب میشه مازی، ان اذهب میشه مضارع. بچه ها لم و لما علامت چی بود؟ دو حرف لم و لما، لم و لما علامت فعل ماضیه، یعنی باید به ماضی تبدیل بشه، این تبدیل میشه به فعل ماضی. متوجه شدی؟ گوش کردی؟ پس دو حرف لم و لما به اثر مضارع بود چیکار میکنی؟ ماضی میکنید. پس اینجا قرار میگیره. این هم از یه نمونه سوالی که خیلی خوشگل و قشنگ و تیتیش مامانی حل کردیم. بچه ها همه این توضیح ها و همه اینا رو ما داخل بعد از کلاس داخل کانال میذاریم و شما هیچ نگران نباشید. بریم سراغ موضوع بعدی. خب میخوایم کل کتاب با هم بررسی کنیم دیگه، کل کتاب میخوایم با هم بررسی کنیم، پس باید همه موضوع ها رو بهتون بگم. نیم ساعت هم بیشتر وقت نداریم. بله لم و لما همون ماضیه. آفرین. بریم چی میخوام بگم اینجا؟ الان میخوام برم سراغ این که ترجمه فعل بعد از نکره چی میشه. اونی که تنوین داره و یا نشانه های معرفه نداره چی میشه؟ ترجمه فعل بعد از نکره. اگر فعل ماضی بعد از نکره اومد و قبلش هم دوباره ماضی بودن، دو ماضی کنار هم دیگه، اون ماضی میشه ماضی بعید. مثلا میگم ذهب تفلون، خب اکل طعامهو. بچه ها نگاه کنید، تفلون الان نکره است، قبلش ماضی اومده
بعدش هم دوباره ماضی اومده. این ماضی میشه ماضی چی؟ ماضی بعید، یعنی غذایش را خورده بود. خب مورد بعدی، اگر یه نکره قبلش ماضی و بعدش فعل مضارع بیاد چی میشه؟ قبلش ماضی بعدش فعل مضارع بیاد میشه ماضی استمراری. اگر یک فعل مضارع نکره و بعدش فعل مضارع باشه چی میشه؟ میشه مضارع التزامی. مثلا میگیم یذهب طفلون یأکل طعامه. بچه ها ببینید، بچه ها این یذهب مضارع است، میبینی؟ طفلون نکره، دقت کردی؟ و دوباره مضارع، این مضارع میشه غذا بخورد یا غذایش را خورد، اینجوری معنی میشه. اینم در رابطه با موقعی که بین دو تا فعل یه اسم نکره میاد، سوال میکنن ها، مطمئن باشید همه اینا رو از ما میپرسن، اینا جزو نمونه سوالای امثال شماست. به من خبر دادن، به من خبر دادن که در منطقه اصلی آموز پرورش چنین نمونه سوالای قرار معلم ها انجام بدن. بچه ها همین نمونه سوالات، روی این نمونه سوالا خیلی کار کنید، تمرین کنید. من این پایینش هم توضیح بدم. به فعلی که بعد از اسم نکره میاد و آن را توضیح میده چی باید بهش بگیم؟ جمله وصفیه. ترجمه کنید، فعلی که بعد از نکره اومده، سافرت و الی قریتن، قریتن نکره، شاهدت تو. بچه سافره شاهده، هر دو ماضی هن. بیام تو این ستای بالا، گفتیم اگر هر دو ماضی باشن چیکار باید بکنیم؟ دومین باید ماضی بعید ترجمه بشه، درسته؟ معنی کنیم به روستایی که مسافرت رفتم، به روستایی که در ایام کودکی آن را دیده بودم. شاهدتو به معنی دیده بودم ترجمه شد. یعنی چجوری ترجمه شد؟ ماضی بعید معنی شد. از کجا من فهمیدم؟ بچه من از کجا فهمیدم باید این کار کنم؟ نکتهش این بالاست دیگه. اگر دوتا ماضی کنار هم وسط نکره باشن، ماضی دوم میشه ماضی بعید. ببین یه ماضی اینجا داری، یه ماضی اینجا، وسطش هم نکره، پس این میشه ماضی بعید. خوبه؟ خب اینجا هم دوباره همینطوره. اینجا هم دوباره وجدتو یه فعل ماضیه، برنامه جن نکره، قرعتو بچه ها فعل ماضی، در نتیجه ماضی دوم نتیجه چی میشه؟ در نتیجه میشه ماضی بعید. قرعتو آن را خوانده بودم، به خوانده بودم اصطلاحا ماضی بعید میگن. چرا؟ شما بگین چرا این کارو کردم؟ چرا من این کارو کردم؟ جواب، چون آقای مهاجر شما دو تا فعل ماضی دارید، وسط نکره اومده، پس ماضی دوم باید بشه ماضی بعید. اوکی؟ اوکی. بریم سراغ درس بعدیمون، یعنی درس بعدی کتابتون، اونو بررسی کنیم بعد نمونه سوال حل کنیم. رفقای خوب من، دوستای قشنگ من، یکی از سوالایی که حتماً ببین چند بار گفتم، یکی از سوالایی که حتماً میاد، سوال اسلوب شرطه. و اتفاقا اینقدر راحته هیچ جای نگرانی هم نداره. ببین خودت، در اسلوب شرط
ما چند تا رکن داریم، یکیش ادات شرطه، یعنی حرف این، من، ما، ازا، مهما، متا. حفظ کن، چند تا کلمه است، حفظش کن، کاری نداره که. محمد جان اگر جایی رو عرموندی بعدن برو همینا رو نگاه کن، چند بار بخون، متوجه میشین. اگر متوجه نشدین بیان داخل اینستاگرام خودم، داخل اینستاگرام که بیان خودم شخصا تمام سوالاتون رو جواب میدم، پس جای نگرانی نیست. بعد از این ادوات شرط ما یه فعل داریم به نام فعل شرط، یعنی اولین فعلی که بعد از ادوات شرط میاد اولیش میشه فعل شرط که به صورت ماضی یا مضارع مجزوم هم میاد و ترجمه فعل شرط هم مضارع التزامیه. خب بعدش چی میاد؟ ببین من فعلشو ادامه میدم. بعد جواب شرط میاد. آقای مهاجر، آقای مهاجر، بله بله، جواب شرط چی بود؟ آها، دومین فعلی که بعد از ادات شرط میاد جواب شرطه، اینم به صورت ماضی یا مضارع مجزوم میاد. بجز زمانی که بین فعل شرط و فعل بعدش واو باشه. ترجمه جواب شرط مضارع اخباریه. مثلا ببینیم، من یدرس ینجح، من یدرس ینجح. خب این اولی چیه؟ این اولی اینه، ادات شرط. آقا یدرس چیه؟ بچه ها انگشت دست منو، انگشت منو. اولین فعلی که بعد از ادات میاد فعل شرط. آقا، بله جانم، ینجه چیه؟ دوباره انگشت منو نگاه کن، همه انگشت من نگاه کنن، انگشت من. دومین فعلی که بعد از ادات میاد جواب شرط. آقا میشه معنی کنین؟ بله چرا نه، من یعنی هر کس. یدرس فعل شرط مضارع التزامی معنی میشه. هر کس درس بخواند ینجح. بچه دومین فعل جواب شرط مضارع اخباری معنی میشه. هر کس درس بخواند ینجح، موفق میشود. هر کی درس بخونه موفق میشه ها، هر کس درس بخواند موفق می شود. منم به افتخار شمایی که میخوای موفق بشی براتون یه دست و هورا می کشم. هورا هورا هورا، باریکلا بچه ها. خب حالا این پایین نگاه کن، جواب شرط گاهی به این صورت می آید، یعنی یه فعل میاد بعد یه جمله اسمیه میاد یا ماضی نقلی میاد. این هم یادتون باشه، البته خیلی کم پیش میادا، بیشتر در سال بعد این نکته به دردت میخوره. تو کنکور سال بعد، کلاس کنکور خودم که اومدی از تیر ماه، از تیر ماه کلاس کنکور من تشکیل میشه. از بعد از درست کنکور امسال بچه 1400 گرفتن، هفته بعد ما کلاسمون رو شروع میکنیم. اونجا در رابطه با این نکته پایین بیشتر من توضیح میدم. باشه، مرسی. ها نمونه سوال آوردیم، حرفامونو زدیم، صحبتامونو کردیم، گپ زدیم با هم دیگه، اختلاط کردیم، صحبت کردیم، حالا بریم اجرا بکنیم، بریم اجرا بکنیم. این فعل شرط و جوابهو، فعل شرط و جواب شرط را پیدا کنیم. بچه ها جونم، بچه ها ادات شرط رو پیدا کنید. به اولین فعلی که بعدش میاد فعل شرط بگین، به دومی که میاد چی میگین؟ جواب شرط میگین.
غیر از اونجایی که وسایلشون وهم میاد، اونجایی وسایلشون وهم میاد کار نداشته باشید. ان اعداد تو حاول فعل شرط بیا جلو تعترف جواب شرط. به این بعدی من اعداد شرط نسحه فعل شرط و آسره کاری نداریم. این و آسره و آسره بعد از این اومده اینجا فهوه صدیق و کس صدیق گفتیم بعضی موقع فعل میاد و میشه جمله جواب شرط. بریم بعدی، جمله بعدی من یدخل مداخل سو یتهم من اداه شرط یدخل فعل شرط یتهم جواب شرط. دوباره من اداد یسحب فعل شرط لا یسلم جواب شرط. من اصلح باطنه اصلح الله بینه و بین الاخرین ففضله اعلام ما نتصوره. من اداد شرط اصلح فعل شرط اصلح جواب شرط. خب خیلی راحته ها، حتما تو هم با من موافقی، حتما تو هم موافقی بچه. اینا خیلی راحته ها، یعنی وقتی ما اون خلاصه درس رو بهتون میگیم، اون درس های پیچیده ای که معلم ها بهتون گفتن و اومدیم خیلی ساده و روون بهتون گفتیم در عرض 3 دقیقه 4 دقیقه، چقدر میتونیم سوال های مختلف و جور و جور رو حل بکنیم. دلم میخواد اعتماد به نفست بره بالا، دلم میخواد اعتماد به نفست بره بالا، اعتماد به نفست رو ببر بالا دیگه. نشنم هم بگی من عربیم پایم ضعیفه ها، نبینم اینو بگی ها. با من که هستی پای عربی همه قوی میشه، همه پای عربیشون قوی میشه، همه میرن بالا، اون بالا بالاها پرواز میکنن، پایین پایینی ها به درد ما نمیخوره. ما باید بریم اون بالا بالاها پرواز کنیم. بریم خلاصه ای از نقش های جمله محل اعرابی. خب از نقش های جمله محل اعرابی یعنی چی؟ مبتدا چیه بچه ها؟ میبینید؟ تو ممکنه بگی آقا ما مبتدا رو که پارسال خوندیم، آره، ولی امسال توی سوال شما میارن، توی امتحان شما میارن. میخوام یادآوری کنیم، میدونم بلدی ها، فقط میخوام یاد خاطره بیفتیم، خاطره بازی کنیم. مبتدا چی بود؟ مبتدا اسم مرفوعی که ابتدای جمله میاد، همین همینا، خیلی کوچیک کوچیک، کوچولو کوچولو، جمله های کوچیک کوچیک استفاده کنیم که از ذهنمون جا بگیره. باشه؟ باشه؟ قول میدی؟ قول میدی در ذهن خودت، در مغزت، در فکرت، در مخت اینا جا بدی؟ باشه؟ بریم. خبر چیه؟ کلمه‌ای که بعد از مبتدا میاد اونو توضیح میده. پس خبر چیه بچه‌ها؟ رفقای من، دوستای من، عزیزان من، خبر چیه؟ خبر کجا میاد؟ خبر بعد از مبتدا میاد، مبتدا رو کامل میکنه. فاعل اسم مرفوعی که بعد از فعل میاد. مفعول یه اسم منصوبی که بعد از فعل و فاعل میاد. وقتی میگه اسم مرفوع یعنی او داشته باشه، اینجوری باشه، اینا بچه ها مرفوع هست. وقتی میگین منصوب، منصوب یعنی فتحه بگیره، تنوین بگیره، یه و نون بگیره. ببین همه دارم میگم ها، دونه دونه دارم بهت میگم ها، نمرت باید بالا باشه ها. صفت چیه؟
اسمی که از همه نظر، یعنی نظر جنس، تعداد، الف و لام داشتن نداشتن، کلن شبیه به اسم قبل از خودش باشه. مضاف الیه یه اسم الدار مجروری که بعد از یک اسم بدون ال و بدون تنوین و بدون نون میاد. ضمیر متصل مجروری که بعد از یک اسم با ویژگی‌های ذکر شده بیادم، اونم میشه مضاف الیه ضمیر. خب کیمیا من سوال میکنم آقا ضمایر رو میتونیم به من بگیم؟ بله اینجا بهش رسیدیم. ضمایر هما اینا ضمایر. بچه هایی که اینا رو میخواستم بهشون دارم میدم ها، ضمایر تقدیم به بچه هایی که نیاز داشتن. خب بچه ها من حرف زدم، من اینجا درسنامه عربی 10 رو بعد آوردم. اینا عربی 11 نیستا، اینا عربی 10. پارسال اینا رو خوندی، ولی امسال هم میاد. 1.5 نمره بارم داره. 1.5 نمره خیلی زیاده. 1.5 نمره خیلی زیاده. هر کنیم ببینم. همونجوری که به درس دادم، همونجوری که بهت گفتم ها، خیلی ساده حرف بزن، ساده کار انجام بده، نپیچون. آقا مطلب رو نپیچون. حالا من بیام وارد میدون بشم، حالا من انجام بدم. ببین با نوشتهات مقایسه کن، جور در میاد. اسم مرفوعی که اول جمله میاد مبتداست، به همین راحتی. اسم منصوبی که بعد از فعل میاد، این فعل مفعوله. اگر دو تا اسم شبیه به هم دیگه کنار هم دیگه بیاد، دومی صفته. اسم مجروری که بعد از یه اسم دیگه بیاد مضاف الیه. حرکت ها رو میذارن ها، یادتون باشه. اسم مرفوعی که بعد از فعل بیاد فاعله، علفه فعله. کتبن یه اسم میبینی، کتبن. بچه ها تلفظ منو میبینی؟ کتبن. ببین اینجوریه، ان کتبن. یه اسم منصوبی که بعد از فعل و فاعل بیاد مفعوله. فی مجالات، فی حرف جر. اسمی که بعد از حرف جر بیاد مجرور به حرف جر. وای چقدر راحت تموم شد. بله ارضاء و مبتدا، غایت و خبر، و سلام. ببین چقدر راحت، چقدر ساده، چقدر راحت. اسفه فعله، ریاهون فاعله، اسم مرفوعی که بعد از فعل بیاد. خربت فعله. بهره. بچه ها یه اسم کسته داری که بعد یه اسم دیگه بیاد خیلی راحت، روون کار کن. مضاف الیه. تمام. موضوع بعدی افعال ناقصه.
کانه ساره لیسه اسبه. کانه اگر با ماضی بیاد میشه ماضی بعید گفتیم، اول کلاس اینو گفتم. کانه اگر با مضارع بیاد میشه ماضی استمراری، مثلا بگم کانه ذهب. اینجا کانه رو با مضارع بیارم مثالش چی میشه؟ کانه یذهب. اگر کانه ل ضمیر متصل بیاد داشتن معنی میشه، مثلا میگم کانه لی، مثلا دارم یا داشتم. خب ها نگاه کنین، به همین راحتی دو دقیقه نشد. حالا یه نمونه سوالی که مطمئنن توی امتحان شما میاد، نمونه سوال نگاه کنین. نمونه سوال: کانه قد سمع ماضی، معنیش این میشه ماضی بعید شنیده بود. اینجا کانه یشعر بر سر مضارع اومده، چی میشه؟ میشه ماضی استمراری، احساس میکرد. درسته؟ تصبحو فعل مضارع اصبح. به معنی می شود. کانلی به معنی داشتم. همین جوری خیلی راحت علامت گذاری کنید، بنویسید، نمره رو بگیرید. خب کتاب دهم درس آخرش یه همچین چیزایی داره که در درس اول کتاب 11 من به نوعی تقریبا اینها تکرار شده. اکثر معلم‌ها از اینا نمونه سوال میارن، اینم نگاه کنید. بچه ها اسم فاعل که بر وزن فاعله یا با مو شروع بشه، ما قبل آخر کسره. بر وزن فاعل مثل حامد، یا با مو شروع شد ما قبل آخر کسره مثل خودم مهاجر. الان که مهاجر با مو شروع شد ما قبل آخر کسره، پس شد اسم فاعل. دیدی؟ چه راحت. اسم مفعول یا بر وزن مفعول میاد، یا ببین یا میارم، با مو شروع میشه ما قبل آخر فتحه. بر وزن مفعول مثل محمود، یا مثلا بگم محمد. تمام. صیغه مبالغه چیه؟ اونی که بر وزن فعال و فعال میاد. کلمه رزاق رو میبینین، علامه رو میبینی، علامه رو میبینی، رزاق رو میبینی، میبینی حرف دوم تشدید داره. اینو به عنوان یه علامت، به عنوان یه نشونه، به عنوان یه کد که آقا وزنهای مبالغه، آقا بله جانم، وزنهای مبالغه رو بگم حرف دوم تشدید داره، بگو درسته. اسم تفصیل تر و ترین بر وزن افعل و فعلا میاد، یا خیر و شر، مثلا احسن حسنا. اسم مکان بر وزن مفعل و مفعل و مفعلت، مدرسه، مکتب. ها نمونه سوال نگاه کنید. عین اسم مفعول. اسم مفعول چی بود؟ وزن مفعول بود،
یا مو داره، ما قبل و آخر فتحه. اسم تفصیل چی بود؟ افعل، فعلا، کلمه خیر و شر، اینا بودن دیگه. بسم الله شروع کن، شروع کن یکی یکی اینا همینا پیدا کن، سوال همینو میخواد دیگه. ما هم در چند دقیقه اینا رو جمع‌بندی کردیم. شروع کن. احب، احب بر وضع افعل اسم تفصیل. کلمه مشترک با مو شروع شده، ما قبل آخر فتح، اسم مفعول، تموم شد. بچه این سوال ها هر کدوم از عبارت 25 صدم بارم داره، یعنی این مدل سوال ها نیم نمره بارم داره. پس تو بدون که برای این سوال های وقت میذاری چه از سریع باید حل کنی به سراغ سوال های دیگه. حالا یه نمونه دیگه از همین مجموعه، یه نمونه دیگه. این نمونه رو نگاه کنید. این ما طلبه، عین ما طلبه، یعنی معین کنید آنچه را که از شما خواسته شده است. چشم، معین میکنیم چی از ما خواستن؟ اسم فاعل. بگردیم اسم فاعل رو پیدا بکنیم. مضارع، مضارع دیگه داریم؟ نه. اسم مفعول میخوان. فی بعض اوقات قدرت و کلام و اقوا، اقوا، اقوا میشه اسم تفصیل. شجرت و نب، شجرت و مزار، مزارع، از مزرعه میاد، میشه اسم مکان. محاصیل، از محصول میاد. بچه ها محصول چیه؟ محصول اسم مفعول. محاصیل جمع، جمع چیه؟ جمع محصوله. محصول بر چه وزنی میاد؟ محصول بر وزن مفعول اومده. اوکی؟ اوکی؟ خیلی راحت ها. تکلم و تو رو فهنر من مخبوع، مخبوع بر وضع مفعول اومده. تحت لسان. لا تستشر، انگار فعل نهی هم میخواد. لا تستشر، لا تستشر. جمله وصفیه میخواد، جمله ای که بعد از نکره میاد. وای چه سوال قشنگی، همه چی تو این سوال اومده. این نکره، جمله ای که بعد از نکره میاد میشه وصفیه. پس یستخدموها، یستخدموها جمله وصفیه. اسم مبالغه میخواد. کذاب، کذاب صیغه مبالغه. جواب شرط میخواد. انتظر تحسد، تحسد فعل دوم. بچه ها فعل دوم میشه جواب شرط. فعل اول چیه؟ فعل اول فعل شرطه. بله بله، این مقایسه به این چیز باشه همینطوره. فعل امر میخواد. تکلمو، تکلمو، تکلمو فعل امر. فعل مجهول میخواد. تو عرفو. من چیزی بگم، مجهول توی ماضی با او شروع میشه، خب در مضارع با او شروع میشه، ما قبل آخر فتحه. الان تو عرفو نگاه کن، فعل مضارع اولش او داره، ما قبل آخر چی داره؟ فتحه. پس تو عرفو فعل مضارع مشهوره. خب
بچه ها ما تونستیم توی یک ساعت و نیم نه تنها کتاب 11 رو براتون یه جنبندی مفید، یه جنبندی کامل بکنیم، بلکه کتاب 10 هم اومدیم انجام دادیم. چون من مطمئنم خیلی از معلمای شما تو سوالای امتحانی یه گریزی هم به کتاب 10 میزنن، حتما بهتون گفتن، مثلا مبتدا خبر رو بهت میگه من آوردم. اگه مبتدا خبر رو گفت چی کار بکنیم؟ فاعل رو گفتم، مفعول رو بهت گفتم، اینجا درباره اسم فاعل و اسم مفعول گفتم بهت، صیغه مبالغه رو گفتم، یعنی درس 8 عربی 10. یعنی میخوام بگم معلمت هر مدل سوال اگر طرح کرد، هر مدل ها، حتی سخت‌ترین معلم ها هم هر مدل سوال بهت قول میدم. ببینم بهت میگم فیلم من داره ضبط میشه، این فیلم من داره ضبط میشه، ببین ساعت 8:35 است داره ضبط میشه، بهت قول میدم هر مدل سوال که معلمتون طرح بکنه با خوندن این جزوه، با کامل کردن این پک، با خوندن این جزوه و تکرار این جزوه، بچه شما بالاترین نمره رو میگیرید. من بهت قول میدم و من براتون دعا میکنم که حتما این اتفاق بیفته. شما جزوه رو بخونید، جزوه کامل شده رو بخونید، داخل این اینستاگرام بیاین، از خود من هر سوالی دارین بکنید و من با کمال میل به دیده منت تمام سوالای شما رو جواب میدم. بچه به امید دیدار، توی کلاس های کنکور میبینم اتون، توی کلاس های کنکور امسال سال 1400 من انشاءالله با شما در کلاس های کنکور همراه هستیم برای آینده بسیار نویدبخش. ممنونم بچه ها، موفق باشید، خدا نگهدار، بای بای، خداحافظ. بهزت آشنای سنه است.